نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه ششم شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با کیفیت نماز خواندن در مقامهای مختلف صحن مسجد کوفه از جمله مقام بیت الطّشت که در شمال دَکَّةُ الْقَضاء قرار دارد و محل وقوع یکی از معجزات امیرالمومنین علیه السلام است فرمودند: برای نماز خواندن در این مکانها باید نیت ورود به همان صورتی نمود که در دستورالعمل آنها گفته شده، چرا که در روایات آمده که در این مکانها نماز خوانده شود. معظم الله در رابطه با قضاوت امیرالمومنین در مسجد با توجه به وجود دَکَّةُ الْقَضاء که مکانی در مسجد کوفه است و امیرالمومنین در آنجا به قضاوت می پرداختند و رخدادها و قضاوتهایی که از امیرالمومنین در این مکان نقش شده است فرمودند: عده‌ای از فقها با استناد به این عمل امیرالمومنین قضاوت در مسجد را مکروه ندانستند، هرچند حکم به کراهت آن در بین علما مشهور است. اما اگر مکروه هم باشد، از آنجا که عصمت امیرالمومنین مسلم است، قطعا این عمل یعنی قضاوت در مسجد از باب تزاحم اهم و مهم توسط امیرالمومنین صورت گرفته است، ضمن آنکه قضاوت در مسجد به صورت دائم توسط آن حضرت صورت نمی گرفته و در پاره ای از موارد آنگونه که در تاریخ و روایات ذکر گردیده انجام شده است. ایشان در ادامه فرمودند: در کتاب قضا در جواهر الکلام و سایر کتب فقهی از جمله توسط مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی ذکر شده است که امیرالمومنین علیه السلام بلا شک معصوم هستند و از معصوم علیه السلام نه تنها مکروه بلکه حتی ترک اولی سر نمیزند. اما اگر بعضا اتفاق افتاده که برخی از معصومین علیه السلام عمل مکروه انجام دادند، این عمل از باب تزاحم اهم و مهم بوده است و باید این گونه هم شود که به دلیل مزاحم اهم این عمل توسط معصوم صورت گرفته است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. في تلك الموارد لازم نقول للعصمة أنه كان مورد أهم، يعني كراهة أكو في نفس الوقت جهة أهم أكو لتلك الجهة الأهم. رواية أكو عن المعصوم عليه السلام أنه أخر صلاة المغرب إلى أن ذهب الشفق كان يناقش الإمام الرضا سلام الله عليه. رواية أكو الإمام أكل الجوز وهذا مكروه. فما ورد عن المعصومين عليهم السلام بالنسبة لهم عملهم المكروه إذا الرواية مسلمة يحمل على أنه مزاحم أهم كان في البين. مو معلوم قلة الثواب. المتأخرين قالوا قد تكون هناك حزازة، يعني لو احنا نقضي في المسجد هذا حزازة اكو، مو انه ثوابه اقل، قد حزازة اكو في البين. اما المعصوم عليه السلام اذا عمل شيء لانه معصوم نحمله على انه مزاحم اهم كان.